آن که گزیده ای تو آیینه، آیینه زرتشت، اسلام فکنده ای تمام از پس و پشت. رو گوشه نشین عمر، عمر خیام، عمر خیام نیشابوری، رو گوشه نشین عمر که این آدم خاران خواهندت خورد. آدم میخورن اینا. همون نیشابور شهر عمر خیام رو میدونید که با خاک یکسان کردند. خبر دارین اینا؟ همه این مردارم کشتن، همه این زنارم به اسارت بردن، بردن تو حرم سرای خودشون. خبر دارین اینا رو؟ امروز من خیلی کم با شما سخن خواهم گفت، چون میخوام بهتون یه فیلم رو نشون بدم، یه فیلم سینمایی. سیاوش اوستا یک برداشت آزاد خودش کرده از این فیلم سینمایی و تعلیقاتی بدان کردم که تفسیر تاریخه. در طول تاریخ اندیشمندان و خردمندان ما اومدن دهها جلد کتاب، صدها صفحه چه نوشتن تا یک جمله به شما حرف بزنن، تا یک کلمه بگن. بقیه رو گفتن که این اولا قایم بشه. ما بایستی شعور داشته باشیم، عقل داشته باشیم، درایت داشته باشیم و اینها رو دراریم. الان که دو علی گلابیه هر کی ننش قهر کرده، تون میدونی چند سالشه، چه سوادی داره. آقا بیاد به اون توهین میکنه، آقا بیاد به این توهین میکنه. مثلا در طول تاریخ معتبرترین کتاب تاریخی که در سال تقریبا 210 تازی هجرت تازی نوشته شده مال تبریه. تاریخ تبری 16 جلده، ریشه همه تاریخ های دیگه است. یعنی هر کی تا بعدش اومده چیزی گفته، یکی حتی ابن خلدون از اون گرفته، اقتباس از تبریه. اما برای اینکه شما رو دور کنن از اون، میگن آقا تبری معتبر نیست، اعتبارونه. چرا؟ چون اومده حقیقت سادات تازی رو گفته. این دو قبیله تازی که با هم همیشه در جنگ بودن از اول. شما فکر نکن جنگای اونلا جنگای من و تو بودیم. ما خر بودیم، 14 قرن اومدیم زرتشتی رو توی تشیع بذاریم. اشتباه کردیم. وگرنه از روز اول سرداران بزرگ ما کار درست کردن که خلفا رو زدن کشتن. خلفا رو زدن کشتن، هر چارتاشون هستن. بعدش اینا نفوذ کردن تو ما، اومدن یک چیزای زرتشتی رو گرفتن و فلان. ما خر شدیم، ما فکر کردیم ما خودمون این کار کردیم، اونا اون کاری کردن. و در جنگ قبیله‌ای که خودشون داشتن، بنی عباس و امروز گوش کنید صحبت که میکنم، بنی امیه و بنی هاشم و فلان تو دعواهاشون اومدن و سر ما رو کلاه گذاشتن. ما هم سرمون مرتب کلاه رفت. مثلا در طول اصلا تشیع که آفریده میشه، زیدیه، اسماعیلیه، تمام این فرقه های تشیع که هست، برای اینکه خود عربا تازیا اون ساداتشون، اونایی که مال بنی هاشمن، میخوان انتقام از اوریه بگیره، میخواد انتقام از بنی امیه بگیره. ما باید بریم ابو مسلم بود بلند شه، بعد ما قربانی بدیم. باز میخوان عباسیان رو سرنگون کنن، باز ما باید قربانی بدیم. مثل دقیقا دو جنایی که الان تو ایران براتون درست کردن، اصولگرا اصلاح طلب. هر دوتاشون تازی هن، هر دوتا فکر تازی دارن. اسلام دین تازیانه، دین خشونته، به درد ما نمیخوره. ما پیش از او تمدنی داشتیم که تمدن، شما بیا و ببین شکوه عظمت اون تمدن رو، تمدن بزرگی داشتیم هزاران سال قبل. ولی اینا این بازی ها رو در آوردن و منم خر کردن. ما هم فکر کردیم، مثلا تو همین فیلمی که امروز براتون نشون میدم، یه سیده ای از همین شابدالعظیم، این بوته. چرا؟ چون دعوا داره با اون بنی عباس، برای اینکه میخواد رضا رو قدرت بهشون بده، هادی مادی فلان، همین که میشنوید. بعد میان از ما مایه میذارن، بعد با هم همدستن. یعنی تو این فیلمه من همش به شما نشون میدم، میبینید که اینا با هم همدستن. به همین دلیل. یعنی چی؟ کی با هم همدسته؟ هم اون عربی که به اصطلاح بهش میگن شیخ، همون عربی که بهش میگن سادات، چون مال بنی هاشم و مال عبدالشمسه مثلا، ولی همشون بچه عبدالمنافن. اون خود قصه ایه. حالا این آقای داوود میرباقری یکی از برجسته ترین فیلمسازان جهانه، نه تنها ایران، جهانه. فیلم هایی که ایشون ساخته با ذکاوت و تیزهوشیش تونسته چیزایی رو توش بذاره. مثلا میاد چند ساعت فیلم امام علی میسازه برای که توش 4-5 تا تیکایی رو بذاره که تو بفهمی که آقا اینا همه بازیه، همش بازیه. تا حالا در مورد خیلی با شما صحبت کردم من. یا مثلا اگر حتی مختارنامه رو ایشون ساخت یا حتی مثلا چیزای دیگری که ایشون ساخت، سلمان فارسی که الان داره میسازه، تو باید به اصل اون پیام‌های کوچک در یک ساعت یک دقیقه شد گوش کنی. هفته پیش براتون اون خرمدینان رو پخش کردم، حالا این فیلم مسافرره ایشون بود. یا امروز که شما میبینید ما 30 دقیقه از 2 ساعت رو پخش میکنیم براتون. این 30 دقیقه است تو 2 ساعت در آوردیم براتون. گله اندیشمندان ما رو پاس بداریم، سپاسگزارشون باشیم. داوود میر باقری ها افتخار ما هستند، افتخار سینمای ایران هستند. اصلا سینمای ایران سینمای اعتراضی بزرگ و خوبی است. شما باید این حرفایی که لابلا میزنن در بیارین، پخش کنین. متوجه میشین؟ یه سریال میسازن 100 ساعت. 100 ساعت که نمیتونه بیاد چهار بده که تازیان چه کردن اون چه. توی 100 ساعت به شما نشون میده، شما همون تیکه‌ها رو باید بگیرید. حالا امروز هم ما روی این فیلم سینمایی با شما بعدا هم صحبت خواهیم کرد. قبلا من تجلیل کردم از آقای داوود میر باقری و این رو میبینید و پیام رو میگیرید، همه جا منتشر.